درود بر شما. 16 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی و 6 می 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به ادامه موضوع بدهکاران کلان بانکی و پشت پرده این دزدی‌های کلان از سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها می‌پردازیم و پرده آخر هم خواهیم داشت به روال معمول هر برنامه، آخر برنامه. دو برنامه پیش که به همین موضوع راست و دروغ فهرست بدهکاران کلان بانک‌ها پرداختیم، آقای عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، تنها تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در عمر جمهوری اسلامی که نتیجه‌اش هم شد زندانی شدن آقای پالیزدار، ایشون مهمون برنامه بودن که مدام اگر بیننده دو هفته پیش برنامه صفحه آخر بودین میدانید که مدام با پارازیت و قطع شدن تصویر و حتی صدا همراه بود. این بار صحبتایشون از پیش ضبط کردیم که هم وقفه تو برنامه نیفته، هم رو اعصاب شما را نریم دیگه. ببخشید اون دو هفته اینجوری شد، تقصیر ما هم نبود واقعا، یقه جمهوری اسلامی رو بگیریم. هفته پیش اشاره کردم به اینکه بانک دی متعلق به بنیاد شهید و ایثارگران که علارغم ابلاغیه دولت فهرست بدهکاران کلانش منتشر نکرده، بعد از بانک سرمایه زیان دهترین بانک ایران با بیش از 8000 میلیارد تومان بدهی، سرمایه دو بانکو بدهی داره این بانک دی، بانکی که سال 89 تأسیس شد و اساس سرمایه‌اش سپرده‌های صدها هزار خانواده کشته شده ها و معلولان جنگی است. بعد همین بانک که بدهیش 20% بیشتر از سرمایه و داراییشه، سال 1396 جایزه میگیره. تیم المپیاد بانک دی در اولین دوره المپیاد بانکی موفق به کسب رتبه دوم در بین 14 بانک خصوصی و مؤسسه اعتباری شد. بهمن 99 برات کریمی مدیر عامل وقت بانک دی جایزه میده به رؤسای موفق شعب بانکی به خاطر دوزی و اینا، احیانا زبونم لال، به خاطر میزان رشد تسهیلات و تعهدات، میزان کاهش مطالبات، میزان رشد منابع در یک سال گذشته. چه سالی؟ سالی که بانک دی 1000 میلیارد تومان به زیان انباشتش اضافه شد. فقط تو جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد. تقدیر برات کریمی مدیر عامل بانک دی از رؤسای موفق شعب، گرد همایی معرفی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با مشارکت تمامی بانک‌های کشور برگزار می‌شود. جایزه می‌گیرد. یا همین شرکت توسعه دیدار بانک دی، حیات خلوت دوزای کلان بانکی، حیات خلوت که دیگه نمیشه بهش گفت، اون پشت و پسله میکردم، ولی حیات شلوغ در واقع دوزای بانکی بوده و البته هنوزم هست، چون مدیر عاملش هم مدیر عاملش شاید مدیرش اکثرا مدیر عاملش که همون آدم بابا رضاست و حالا خواهم گفت. این دیدار ایرانیان هم جزو همین جایزه بگیراست. شرکت توسعه دیدار ایرانیان در بین 500 شرکت برتر ایران اول شد. شرکت توسعه دیدار ایرانیان در گروه انبوه‌سازی املاک و مستغلات 17 دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران حائز رتبه اول شد. این جایزه بگیری از سر و کول نظام فاسد جمهوری اسلامی دارن بالا میرن. بیشتر کسانی و مؤسسه هایی و شرکت هایی که جایزه شفافیت، درستکاری، اشتغالزایی، نیکوکاری غیره 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 گرفتن، یا اسمشون تو همین فهرست بدهکارهای بانکی که خودشون منتشر کردن، یا به دلیل لو رفتن دزدی های کلانشون و یا به دلیل اختلاف هایی که بین این باندای خرد مافیا میفته، افتادن زندان یا به هر حال محاکمه شدن، از بابک زنجانی گرفته تا رضا مطلبی کاشانی تا داریوش امانکه معروف به حبیب امانی که الان زندان عکس رو دیدین و از متهمان فساد بانکی است تا همین بانک دی و غیره و غیره.
از بدهکارهای کلان بانک دی که برای پرداخت بدهیشون گفتن پول نداریم بدیم ملک میدیم به جا بدهیمون صحبت شد دیگه. یکشون هادی رضوی است، دوماد محمد شریعت مداری، وزیر صنعت تجارت چه میدونم فلان دولت روحانی، از اطلاعاتی های سابق بر دست رئی شهری میدونه دیگه. تو شاه عبدالعظیم از این برنامه زیاد داشتیم درباره این آدمی که از رانت اطلاعات امنیتی از اول انقلاب استفاده کرده تا حالا. اون زمینی که آقای هادی رضوی بابت 100 میلیارد تومان بدهی به بانک دی گفته من میام این زمین رو میدم، چی بوده؟ زمین ناهموار و در واقع کوهستانی که معرفی میشه برای صاف کردن بدهی 100 میلیارد تومانی هادی رضوی به بانک دی. 100 و خورده هکتار مساحت داشته، داره بالای باستی هیلز، اون دیگه طرف کوههای لواسون دارین میبینین دیگه، کوه همش، بخش اندکش، یعنی کوهیه که نمیدونم کوه خاری میشه به کرد اونجا یا نه، ولی به هر حال بخش اندکش به روایت کارشناسانی که از منطقه بازدید کردن قابل استفاده است و بقیه غیر قابل استفاده. در واقع متری 10 میلیون تومان میخوان اینو قالب کنن به بانک تا هم بدهیشون رو صاف کنن، یعنی 100 میلیارد تومان رو صاف کنن، هم بقیه شو که 8 برابرش میشه دوباره با گران نمایی ازش پول در بیارن، از همین ملک و تازه پولای دیگه هم در آوردن. چجوری؟ خود ملک که مال هادی رضوی نبوده، این صحبتش شد قبلا، مال یه آدمی به اسم محمد مهدی شیخ الاسلام، معروف به امیر شیخ الاسلام یا امیر شیخ الاسلامی، متولد 63 این آدم، بهش میپردازیم در طول برنامه. هادی رضوی با این آدم بسته بود که این ملکو چندین برابر قیمت واسش بفروشه به بانک دی. خب هادی رضوی از رانتش استفاده میکرد همیشه دیگه، میکنه دیگه، آقا من میرم این ملکو میفروشم کلی اتوش پول در میاریم، هم بدهی خودم رو صاف میکنم هم بقیهش رو میدم به تو صاحب ملک امیر شیخ الاسلام که با هم کار بکنیم دیگه. کارشناس و قیمتگذار رسمی قیمت ملکو با کلی چک و چونه و اینا متری 1.5 میلیون تومان میزنه، اول 700,000 تا بعد 1.5 میلیون تومان برای با چک و چونه. یعنی چی؟ یعنی حدود 1/8 قیمتی که هادی رضوی و امیر شیخ الاسلام و کارچاخون اینا تو هیئت مدیره دیدار ایرانیان بانک دی، یعنی قفار کیانی که بهش میگن حافظ، اینا میخواستن فشار میبردن این 10 میلیون رو بتونن متر رو بجرد، تیرشون به سنگ میخوره. قفار کیانی توی این معامله ناسور در واقع تر میاد، معامله دستش میاد که این امیر شیخ الاسلام آدم بسیار پر استعدادیه در کلاهبرداری تو خرید و فروش ملک، اینا استعدادیابی میکنن دیگه از جوانان. پای امیر آشتیانی با میشه به سفره دوزی از بانک دی از طریق قفار کیانی حافظ، که پشتش کیه؟ سردار شفیزاده، احمد شفیزاده، مدیر عامل دیدار ایرانیان. امیر آشتیانی که تازه با یه باند دزد کلان در بانک دی آشنا شده، از طریق هادی رضوی شروع میکنه به فروختن ملکای متعدد به توسعه دیدار ایرانیان به همین باند توی بانک دی، چندین برابر فروختن، پولش بین خودشون تقسیم کردن به همون سیستم اولی که توضیح دادم، به اون شیوه میرن جلو، ملکای متفاوت و مختلف متعدد. آخرینش تو این پرونده یک ملکی است با قیمت نجومی کنار دریاچه چیتگر که امیر آشتیانی در واقع امیر شیخ الاسلام، ببخشید اگه گفتم آشتیانی، امیر شیخ الاسلام در واقع به عنوان رشوه این ملک رو میده به قفار کیانی عضو هیئت مدیره دیدار ایرانیان و دوزی ها انقدر علنی میشه که برای جمع و جور کردنش دو سه تا از اینا رو میگیرن. دقیق خدمتتون عرض میکنم کی و چگونه. 30 تیر 98 امیر شیخ الاسلام بازداشت میشه. 6 مرداد 98 بابا رضا مدیر عامل دیدار ایرانیان و قفار کیانی یا حافظ کیانی عضو هیئت مدیره بازداشت میشن. بابا رضا بعد از 1-2 هفته آزاد میشه، بقیه هم 2-3 ماه از زندون میان بیرون، بعدم اصلا براشون قرار
قرار منع تعقیب صادر میشه پرونده بسته میشه. برای اینکه یکم گوشه پرده رو بزنیم بالا که پشت سر بابا رضا رو ببینیم، مدیر عامل دیدار ایرانیان، بگم که این عبدالکریم بابا رضا مدیر عامل دیدار ایرانیان بانک دی قبل شهردار منطقه 6 تهران بوده، دور کرباسچی دهه 70 1372 به بعد ده ها جواز ساخت برای ستاد اجرایی فرمان امام صادر میکنه. خوشرخصی معمول شهردارای مناطق واسه ستاد اجرایی. ستاد اجرایی بهش جایزه میده، یه خونه بهش میده از اموال توقیف شده مرحوم علویان تو بلوار کشاورز، کوچه شاهد، پلاک 58، طبقه 3. سالها اونجا زندگی میکرد این آقای بابا رضا. بعد یه چی شده آقای بابا رضا؟ آقای مدیر عامل دیدار ایرانیان سر از زعفرانیه در آوردی. چی شد؟ تو که 17-18 سال تو آدرس که دادم زندگی میکردی، بلوار کشاورز، کوچه شاهد، پلاک 58، طبقه 3. چی شد وقتی که رفتی دیدار ایرانیان رفتی زعفرانیه؟ یهویی کس نمیپرسی. بابا رضا و بقیه که از زندان آزاد میشن، پرونده قرار منع تعقیب میخوره، میان پوز میدن دیگه که ما دیدین ما سالم بودیم، فلان بودیم، بهمان بودیم و بی خودی ما رو گرفته بودن. و بابا رضا هم که دوباره میره میشه مدیر عامل دیدار ایرانیان، سر جاش همین الان مدیر عامل دیدار ایرانیان. وقتی اینجوری میشه امیر شیخ الاسلام دوباره میاد سراغشون، میگه آقا جان من به عنوان حق حساب به شما یه ملک درجه 1 تو چیتگر دادم، همونی که گفتم حافظ صاحبش شد در واقع، داده بود به هیئت مدیره. گفت من اینو رشوه دادم به شما، حالا سهممو میخوام از شما، همینجوری من بذارم برم. پس من چی؟ برسین بهم دیگه، بازی از سر. حالا بقیهش از آقای عباس پالیزدار بشنویم. آقای شیخ الاسلام بعد سرسداش در میاد، میگه آقا حساب کردم دیدم خیلی به شما دادیم و این ملک ساحل کلی برای ما از سود داشته، ما این سود دادیم به شما، دستمون رفت و بایست یک کار تمیزی ما ارائه بدید که جبران بشه و چه و چه. خلاصه میگردن و یکی از املاکی که اصلا مال بانک دی بوده، از ابتدا بانک دی مالکیت داشته تا انتها، توی اینجا به خاطر اینکه به آقای شیخ الاسلامی خدمت بکنن، میان این ملک رو تحت عنوان ملک کاج عقاقیا بهش میگن، تو منطقه 22 5000 متر مربع زمینه که بارگذاری جواز هم روش انجام شده، هم برای ملک بخش تجاریش هم برای مسکونیش. 28000 متر مربع مسکونی جواز داره، حدود 5000 متر مربع مجوز تجاری داره. یه همچین ملک اوکازیون به قول خودمون آسی رو با این همه امکانات بهش میدن 300 میلیارد تومان که همون موقع خیلی بیش از اینها میارزیده. چون اون موقع که من میگم فکر نکنید خیلی زمان دوریه ها، همین توی 99 یعنی یک سال پیش، یک سال اندی پیش، در سال 99 به ایشون واگذار میشه این ملک به 300 میلیارد. حالا تازه ای کاش 300 میلیارد تومان پول داده میشد، 300 میلیارد تومان هم پول داده نشده بهشون که 300 میلیارد تومان باعث ایشون ملک تهاتر کند. حالا این همون اتفاقی که گفته بودم میفته، یعنی با تهاتر این ملک ها هم منافع قراره برده بشه، ملک هایی که 300 میلیارد نمیارزد، ملک هایی که مثلا چه میدونم 100 میلیارد میارزد بیاد 300 میلیارد معرفی کند. باز این کارم ای کاش میکرد، این دفعه این کارم نکرده، یه کار آس که سود آنچنانی براشون چیکار کرده، اومده گفته که آقا قراره به من یه منفعت مشتی برسونین، بیاید به افراد دیگه‌ای که ملک میارن به توسعه دیدار میفروشن، مثلا ملک آقا میارزه 300 میلیارد تومان، شما بهش بگو آقا بعد بزنیم 350 میلیارد تومان، 300 شو به تو میدیم، 50 تومانشو
میزنید که آقا من به آقای قتیبی حسب بدهکارم 5 میلیارد تومان، 50 تاشو بزنید به حساب ایشون. اونم چه این اتفاق میفته؟ یک سال از معامله گذشته، یک سال قبل، سال 99 این کار انجام شده، تو 400 میان تازه این تهاتر رو درست و ساماندهی بکنن، این کلک رو در واقع سوار توسعه. یک سال اصلا انگار براشون اهمیت نداشته که آقا یه ملکی دادی به یه آقایی به نام شیخ الاسلام که 300 میلیارد تومان قرار ملک جایگزین کنه به جای اون ملکی که بهش دادین، مثلا ملکی که 1000 میلیارد میارزیده رو بهش دادین 300 میلیارد که جاش 300 میلیارد ملک بیاره، که اونم نیورده، یک سال گذشته هیچی بابتش داده نشده، هیچ کس تو سیستم بانکی کشور صداش در نمیاد آقا این ملک چجوری رفته از نام بانک دی. آقا با آقایون هیئت مدیره، آقای برات کریمی که مدیر عامل بانک دی بودید، آقایون هیئت مدیره که اونجا نشستید کجا بودید؟ شما اینا چجوری امضا کردین به نام اینا کردین رفت؟ اصلا پرسیدی که این بابتش چی داده شده اینو دادیم به این آقا؟ کجا رفت اون ملکی، پولی که باعث جایگزین این ملک میشد؟ بابت طلبکاری داده شده، بابت چه چیزی داده شده؟ هیچ کس صداش در نمیاده. چجوری میشه صدای کسی در نمیاد؟ قطعا توی این سکوت ها پشتش چیزای دیگه خوابیده، این سکوت ها بی دلیل نیست. الان آقای برای کرمی رو اصلا مدیر عاملی برداشتن، خدا خیلی بده آقای قاضی‌زاده هاشمی رو رئیس بنیاد شهید، اما چی شده؟ دور اومده هم عضو هیئت مدیره مونده، عضو هیئت مدیره بانک دی که این هم مسائل به وجود آورده. آقا درست کنید این قصه رو، آقا یکی بیاد به داد این موضوع برسه. این آقای برات کریمی کی، از کجا آورده، از کجا آمده، مسئولیتش تو این ساخت و باخت چیه؟ آقای برات کریمی در سالهای گذشته به عنوان مدیر عامل بانک دی بوده که از اعضای هیئت مدیره بانک ملی بوده قبلا، و اینجا اومده به عنوان مدیر عامل بانک دی نشسته و این اتفاقات در توسعه دیدار زیر مجموعهش افتاده، و از قضا این ملک یک ملک متفاوته با همه اون املاکی که قبلا من عرض کردم، چون املاک دیگه اصلا میتونه هیئت مدیره بانک توسعه دیدار بانک خودش تصمیم بگیره هر اشتباهی رو صورت بده، ولی این ملک چون مالکیتا مربوط به بانک دی باید حتما مدیر و اعضای هیئت مدیره بانک دی امضا میکردن، و در نتیجه این فساد به نظر من نشأت گرفته، رفته به اونجا هم رسیده. یعنی اینجوری نیستش که این فساد فقط در حد توسعه دیدار باقی بود و بانک دی و هیئت مدیره بانک دی نمیدانستن، قطعا با این توصیف میدانستن، چون قراره که این خودش امضا کنه واگذار کنه. وقتی واگذار کردی باید بپرسی آقا پولش کو، چی جاش گرفتی؟ آخه یه به یه آدم عادی هم یه چیز ازش بگیری ازت میپرسه آقا با پول من چی میشه، من چی باید امضا کنم؟ تو دفترخونه بهش میگن آقا، تو سر دفتر میگه آقا شما رضایت کامل گرفتی، پولاتونو گرفتی و داره امضا میکنی، همه دنبال اینا که حق طرف مقابل ضایع نشه. اونجا چطوری شما هیچ کس نبوده این سوال از شما بپرسه به همین راحتی امضا کردین یه مالی رو که 1000 میلیارد میارزیده مفت مسلم دادین رفته، هیچ ریالی هم بابتش نیومده تو سیستم بانکی غیر از اینکه ساختگی و اسنادی آقای قوه قضاییه، آقای اینو باسی کل کشور، تو رو خدا به داده این بانک دی و همه بانک های دیگه هم همین جوری هن. من الان بانک دی ورود کردم بهش، بقیه جا هم ورود کنم همینه. آقا به خدا شما هم میتونید ورود کنید، همین توش در میاد، همشون تو این چیزا توش در میارید. و به خدا قسم این اموال مار مردم، پولای خورد خورد مردم رو گذاشتن این پولا جمع شده شده اون. متاسفم من نمیدونم باید چی بگم دیگه. اون ملک کاج عقاقی ها تو منطقه 22 تهران که در واقع جایزه داده میشه به خاطر این دزدی ها و اینا به امیر شیخ الاسلام، اون قیمتش چقدر معلومه؟ در حال حاضر این ملک کاج عقاقی ها در حال حاضر 1300 میلیارد تومان الان میارزه. 1300 میلیارد تومان. آقا چی جواب میده؟ شما دنبال اینی که آقا شرلیس شفافه، شفاف سازی بده، نه بانک های فلان 100 میلیارد 100 میلیارد، آقا یه جا 1300 میلیارد فقط خوردن، مال بانکو خوردن رفته. حالا اونجا وام دادی ازش، سند گرفتی ازش، یه تضمینی گرفتی، حالا یه چیزایی داری ازش، این اصلا دادی رفته. 1300 میلیارد فقط یه جا دادی خورده رفته. آقا این آقای شیخ الاسلام کیه؟ پشتش کیه؟ من نباید همه چی رو بگم بابا، خودتون در بیارید چیزشو. بعد از این یه فقره، این 1300 میلیارد تومان، آیا نمونه های دیگه ای هم هست که تو همین دوره دولت رئیسی و مدیر عاملی برات کریمی در بانک دی
و عبدالکریم بابارضا در بنیاد دیدار ایرانیان و همین دوره ریاست قاضیزاده هاشمی بر بنیاد شهید اتفاق افتاده باشه. آقای شیخ الاسلام توی خرداد 1400، یعنی همین 8-9 ماه 10 ماه پیش، میاد با یه فردی که از جنس خودشه، مثل خودش، در زمان آقای خاتمی به عنوان معاون وزیر ارتباطات بوده، برای معاون آقای معتمدی بوده، عرض حضورتون که ایشون به صلاح آقای صدری نامیه، آقای محمد رضا صدری، میتونین تصویرش هم نشون بدیم. آقای محمد رضا صدری در اون دوران معاون وزیر بود، حتی مثل اینکه ظاهرا ایشون هم ریشه اطلاعاتی داشته باشه، نمیدونم، من اینجوری شنیدم. عرض این آقا بعدها بابت فساد مالی که میاد سیستم مخابراتی دست دوم رو به جای نوم قالب میکنه به سیستم وزارت ارتباطات و متوجه میشن، معرفی میشه به سیستم قضایی و بازداشت میشه و میگیرنش و بعد تازه عنوانی هم براش زده میشه، حالا درست یا غلط، انشالله که درسته. در اصل این بابت جاسوسی هم بازداشت میشه، ضمن فساد مالی بابت جاسوسی هم بازداشت میشه، حالا نمیدونم جاسوسی صنعتی، جاسوسی نمیدونم چی. هر شبت خدمتون که با این آقا وارد معامله میشه. چی رو وارد معامله میشه؟ یک هتلی در دربند تهران، این هتل ویستریا که از مجموعه هتل هایی است که این آقای صدری رفته با مجموعه هتل های ویستریا که تو کانادا و کشورهای مختلف شما بهتر میدونید شعبه دارن، یه شعبه هم گرفته برای ایران، دربند تأسیس کرده، تو دقیقا تو دربند نبش خیابون احمد زمانی، میاد این هتل میزنه، حدود 15,000 متر مربع است بناش. این هتل رو میاره خرداد 1400 واگذار میکنه به آقای شیخ الاسلام. چجوری واگذاری انجام میشه؟ این هتل عرض شد خدمتون که 1400 میلیارد تومان قیمت گذاشته میشه. خب اینجا این دونی که آقای شیخ الاسلام میریزه برای صدری که جذبش کنه. چرا؟ چون اینجوری که دوستان من، کارشناس من میگن که این ملک مثلا 200 میلیارد زمینش میارزه، ماکسیموم هم 200-300 میلیارد هم امکاناتی که توش تأسیسات و ساختمانی که توش اجرا شده، ماکسیموم 400-500 میلیارد تومان ارزششه، نه 1400 میلیارد تومان. وقتی که این آقا حاضر انقدر این همه معاملات ملکی کرده، خر که نیست که میاد یه معامله 1400 میلیاردی میکنه ملکو، پس حواست باشه داره یه چیزی قالب میکنه بهت، نفهمیده، فکر کرده زرنگ آقای صدری. و این آقا اومده چیکار کرده؟ اومده املاکی رو که مثلا ما رو آقای حسین هدایتی تو خیامون طالقانی، سندش بدهکار به بانک دیه، بدهی بانک دی داره آقای حسین هدایتی، سند به عنوان رهن گذاشته، اونجا اون سند آورده داده به آقای صدری به عنوان بخشی از معامله، مثلا یا مثلا ملک دیگه ای رو مثل ملک گلنوی مال اون آقای موحدی بود که دست به دست به توسعه دیدار چرخیده بود، اومده برسید دست اون ملک، هم باز یه سری مشکلات دیگه داره، اون رو داده. عرض شد خدمتون که از این دست، یا ملک آقای زاهدی، همون آقای زاهدی که تو شهریار قبلا گفته بودم که آقای زاهدی تو شهریار چجوری ملک 40 میلیاردش رو 528 میلیارد انداختن به توسعه دیدار ایرانیان و به اصطلاح آقا دستشمون به اصطلاح با همون 40 میلیارد بعدن اومدم باهاش معامله کردن، قبلا توضیح دادم. یه ملک دیگه ای هم داشته، ملکی تو خیابون جمهوری، اونم باز به همین روش، ملکی که اصلا آقای زاهدی هنوز با آقای شیخ الاسلام واگذار نکرده، این آقای شیخ الاسلام فقط کپی اسناد داره که من مدعی که من اینو دارم، میره اسناد سازی میکنه و در اختیار آقای صدری میذاره که آقای ملک مال شماست، من مکلفم سند بنامید بزنم، تو برو خیالت راحت باشه. اون فکر کرده که از اون ور زرنگی کرده، ملکی 500 میلیاردی رو 1400 میلیارد تومان انداخته، به علاوه اینکه یه ملک گنده عرصبت که توریستی که قابل فروش نیست تو این کشور، خیلی املاک مثلا توریستی و اینها گردشگری، عرصبت که تبدیل کرده به ملک احسند، ملک تجاری، ملک مثلا اوکازیون و برده، دیگه نمیدونسته که اینا هر کدومش این آقا زرنگ بازیه، اومده تمام املاک مشکل دار رو داده به این آقا. و تو این هر مثلا اون ملک گلنبی مثلا بگو دوربره 400 میلیارد قیمتش میارزیده، 900 میلیارد بهش انداخته،
نمیدونم ملک طالقانی مال آقای حسین هدایتی رو که اصلا سندش دستش نیست و مشکل داره 200 میلیارد بهش انداخته، ملک آقای زاهدی رو تو خیابون جمهوری 150 میلیارد بهش انداخته، نمیدونم تو کل این معامله 30 میلیارد تومان خلاصه پول نقد داده، بقیه هم آتشخال بهش داده رفته، بقیه هم اینجوری داده. یه ملک حالا 500 میلیاردی واقعی رو یا به تعبیر خودشون تو معامله 1400 میلیاردی رو برداشت روش داره استفاده میکنه. ای کاش که تو اون استفاده از این لاغر درست استفاده میکردی. قربونت برم آقای شیخ الاسلامی، چرا داری اینجوری استفاده میکنی؟ این فضاها چیه درست کردین؟ چرا اون هتل رو تبدیل کردین به فضای دیگه‌ای که من نمیتونم اسمش رو بیارم؟ پس فردا میگن آقا شما در تشویش اذهان عمومی میکنی. اون حالا میگم این ماجرای هتل ویستریا رو، اون سند رهن بدهی حسین هدایتی دست امیر شیخ الاسلام چیکار میکرده که بده به فروشنده هتل ویستریا؟ مگه دست قوه قضاییه و بانک دهی نیست این سند؟ مگه حسین هدایتی مثلا زندان نیست و اون اموالش دست ایناست؟ چرا به جایی بدهیش نمیده؟ همه با همن. هتل ویستریا از قاچاق برده جنسی دختره 14-15 ساله تا قاچاق بچه در واقع دختر بچه تا قاچاق دارو و ارز و هر چی بگن تو همین هتل ویستریا داره همین الان انجام میشه. مسئولان نظام مقدس هم خبر دارن، یک بار اینجا رو پلمب کردن بعد بازش کردن دوباره، خبر دارن که یخچالای واکسن فایزر ماها تو همین هتل مستقر بود و از هر نفر 20 تا 30 میلیون تومان پول گرفتن واسه هر واکسن. فقط یه قلم قاچاق دارو تو این هتل ویستریاست، هتل 5 ستاره لاکچری دربند. گزارش 15 آبان 1400 اداره اماکن به دستگاه قضایی جزئیات همین قاچاق دارو رو منعکس نکرده. چی شد؟ همه پولای امیر شیخ الاسلام هم تو حساب یه خانومیه به اسم پروین ثابتی، منشی خیلی مخصوص آقای امیر شیخ الاسلام. هر چی بده بستون بانکیه این آقای امیر شیخ الاسلام داره از حسابای پروین ثابتی جابجا میشه. اینو مقامات هم میدونن. این که میگم اینو مقامات هم میدونن، یه بار اردیبهشت 1400 همین پروین ثابتی رو میبرن بازجویی و او اعتراف میکنه از جمله به این که این هتل یکی از مراکز صدور دخترای 14-15 سال است به دبی و اتاقای مجهز ویژه‌ای هست برای قضات و مسئولان و حکومت که بهشون نیاز داریم. یعنی باند ما پروین ثابتی و امیر شیخ الاسلام رئیسم میاریمشون اینجا، ازشون پذیرایی میکنیم، مشروب و غیره و اون چیزا هم دوروبر هست، ازشون فیلم میگیریم و هر زد و بندی بخوایم بعدن باهاشون میکنیم. پشتشون کیه؟ سرهنگ امامی، معاون سرهنگ نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن پایتخت، که همین باند دوزای بانک و زمین میان تیکه هم میندازن جلوی این جناب سرهنگای سردارای سرهنگ تا هواشون رو داشته باشن. اینکه بالا سر رئیس و معاون اداره اماکن پایتخت کیان که هوای این باند رو دارن من نمیدونم، ولی امکان نداره که اینها تنها باشن، یا امکان نداره که از جاهای بالا سر قوه قضاییه اینا ارتباط محکم داشته باشن که بتونن حتی گزارش های قوه قضاییه رو دور بزنن. من چون به زرس قاطع نمیدونم کیها درون بیت آقا امام خامنه ای هستند نمیتونم بگم، ولی من میشه اینا ارتباط اینجوری نداشته باشن و همینجوری اینقدر به قول خودشون از هر من از شمس دوزی بکنن. هر کدوم از همین دوزای همین پروندم تو همین هتل که کرایه یک شب اتاقش از 2,800,000 تا 5,800,000 تومنه یک شب، اتاق دائم دارن. نمونه اتاق شماره 608 مسافر دائمش همین آقای هادی رضویه.
طبقه 6م 7م 8م اتاق 1 یعنی 601 701 801 مهمون دائمشون خود امیر شیخ الاسلام. واقعا کیه این امیر شیخ الاسلام که اینقدر بانک دی و دیدار ایرانیان خودشونو بدهکارش میدونن؟ این چه میدونم چی بگم، میخوام توهینم نشه آخه، این یه ریزه بچه، این که 38 سالشه اینقدر برای شریخت و پاش میکنن، اینقدر میگن وارد زمین داره، ملک داره، فلان. کیه که نه قوه قضاییه نه نیرو انتظامی، هیچ که کاری به کارش نداره؟ یه مهمونی چهار تا جوون جمع میشن میگیرن زود اداره اماکن، مثل مغول میرزه لتو پارشون میکنه، بازداشتشون میکنه. وقت این آدم که همه میدونن تو هتلش از هتلش دختر صادر میشه به دبی، قاچاقچی آدم، این با اصلا بقیهش هیچی، این با کیا هم دسته که کسی کاری به کارش نداره؟ من توی صحبت‌های دفعات گذشتم اشاره کردم که تو شروع کار معرف ایشون ملک باستی هیلزش بوده که توسط آقای هادی رضوی ملک معرفی میشه و این آقا میاد تو صحنه که این مسئله رو، مشکل هادی رضوی 100 میلیارد تومان هادی رضوی رو حل کنه. این روش ورودش بوده، ولی خب اونایی که اونجا نشستن اومدن برای کاسبی، میبینن تا حالا هر کی آدم اومده به اندازه شیخ الاسلام قشنگ بلد نیست بازیه ملک بازی رو. این چون قشنگ بلد بوده، ملک دستش بوده، مال مردم، مال خودش هم نبوده. میگم اون موقع 206 داشته، همین، هیچی نداشته. الان این آقا صاحب 20000 میلیارد تومان سرمایه مردمه که در اختیارش قرار گرفته، مالکیت پیدا کرده، ولی اون موقع 206 دست دوم داشته. ولی بازی ملک و بلد بوده و اومده تو میدون. اولش اینجوری که من متوجه شدم هادی رضوی فقط معرفش بوده، کسی دیگه ای معرفش، ولی الان با داشتن این همه پول و سرمایه خیلی های دیگه اومدن دنبالش، آویزونش شدن خیلی های دیگه، مثل همون آقای مطلب کاشانی که تو پرونده چیز عرض کردم که وقتی الان اختیارات این مال لایجانی ها گرفته شده و به اصطلاح اموال رو گرفته که ببره بفروشه، پول این آقا رو بده که بره بدهی بانکشو بده، رفته فروخته به اونیا، تاوان ناجا شده پروژه باران و هیچ ریالی هم میرم 1 میلیارد دلار گرفته، ریالی هم تو جوبش به این آقایو نداده، در صورتی که قولنامه ای دارن در ارتباط با این که ایشون حق ندارد ریالی از این پول رو بردارد، قرار همه پول رو برگردونه به آقای لایجانی ها. من رفتم تو پرونده دیگه با این سوالی که کردی، حالا اونجا باز دوباره بهش میپردازم. عرض شود خدمتون که من در ارتباط با آقای شیخ الاسلام میخوام بگم تو شروعش کسی نبوده، اون فساد درون مدیریت سیستم بانکی است که انگیزه ورود آدمهای مفسد را میدهد و با آغوش باز جمع جذب میکنن این آدم ها رو. اصلا شما لنوال این نگرد که هرکی ورود میکنه میتونه توانمنده که امکاناتی بگیره، حتما پشتش آدم سیاسیه، نه، دو آدمی اینجا اون دنبال این تیپ آدم ها میگردن سیستم بانکی فاسد، مخصوصا تو بانک دی که این اتفاقات که عرض کردم نشون میده از ابتدا تا انتها همینجوری آدم ها همینجوری به این تیپی ها اومدن و رفتن و اومدن رفتن، انگار که میگردن این تیپ آدم ها رو پیدا بکنن، فقط آدم سالم رو حاضر نیستن منصوب کنن تو اونجا بشینه. به هر حال مملکت رهبر داره و دولت داره و اینا، من تو کتم نمیره که اینا به یه آدم داخل دم و دستگاه متمرکز حاکم بر تمام این سیستم ارتباط نداشته باشه. یه جغل بچه‌ای به اسم معروف به امیر شیخ الاسلامی، باری یه آدم دیگه ای بود که در آخر برنامه هفته گذشته آقای پالیزدار میخواستن دربارش صحبت کنن که دیگه فرصت نشد، آقای محمد رضا کبورانی. آقای کمودرانی هم یکی از بهره برداران شرکت توسعه دیدار ایرانیان هستش. در سال 93 همون ایام که در واقع فلسفه وجودی بانک دی اصلا عرض کردم دیگه، فروش هولوگرام بود و تراکم بود به در واقع مشتریان شهرداری تهران، ایشون میاد 24 میلیارد تومان هولوگرام میخره از شرکت توسعه دیدار و متاسفانه ریالی هم پرداخت نمیکنه و میمونه جمع میشه و در نهایت در عرض شود خدمتون که سال 96 هیئت مدیره بانک دی شکایت میکنن و حقوقی وارد عمل میشه و
عرشبت که و ایشون مجبور میشه که به فکر بیفته برای بازپرداخت این 24 میلیارد تومان، البته به روز با سودهایی که بهش تعلق میگیره. عرشبت این عدد 24 میلیارد تومان در اون وقت دوباره 60-70 میلیارد تومان شده بوده و تو سال 97 ایشون میگه آقا شما این قبلا این برنامه مدل رو داشتید، بیاید تعاطر کنید، من ملک بهتون بدم، من الان پول نقد ندارم بهتون بدم، بهتون ملک بدم، شر این پرونده کنده شو برم من. اونا میگن باش ما حاضریم که این اتفاق بیفته. میگن خب چی داری ملک داری؟ میگه من 27 فقره سند دارم، 600 متری، 700 متری، 1000 متری، 1200 متری تو روده، بیاید اینا رو بهتون بدم، رسم حساب من اعلام کن. اونا زد و بند میکنن، این که من عرض میکنم زد و بند، مگه میشه شما الان یه آدم معمولی ترین آدم که فکر کنی من نمیتونم اسم کسی رو بیارم که رسته کسی رو بگم که خدای نکرده بهشون بر بخوره، معمولی ترین و ناتوان ترین آدم وقتی میخواد یه معاملهی به این زنگینی اونم با کسی انجام بده، خب میگه من برم اول ملکی تو ببینم کجاست چجوریه، من فقط کاغذ که قرار نیست بخرم که جایگزین طلبم کنم، که من قراره که ملک بخرم، ملکم رو برم بفروشم به پول رسونم کشکرم رو حل کنم، من که ملک رودهن، کاغذ ملک رودهن که به درد من نمیخوره، که کسی نیست اینو توجه کنه. یعنی کسی نیست اینو توجه کنه، توجه میکنه ولی حق حساب گرفته میشه، حق حسابی گرفته میشه این وسط. همون تیم حافظ و غیره و زالک میام دور قضیه رو، مجید آیین و کی و کی، این همه دور قضیه رو میگیرن و این املاک بابت تسویه حساب آقای کبودرانی به بابانک دی تموم میشه، شرکت توسعه دیدار ایرانیان یعنی بانک دی معامله تموم میشه و به الان که 3-4 سال گذشته هنوز هم این ملک ها رو کسی پیداش نکرده، آدرس این ملک ها شناسایی اصلا نشده، هی رفتن گفتن اونجاست، رفته دیدن سب بگیر این بر کاشان کجا، نه آقا این نیست، این که ساخته شده، این اصلا مال اون فلانه، اون چنا، هنوز هم نتونسته این ملک ها رو شناسایی کنن که کجاست. این مدل رفتاری شکل توسعه دیدار ایرانیان با آدمایی که قصد پول ندادن با سیستم بانکی، قصد پول خوردن بانکی دارن، اینجوری عمل کردن و اموال بانک رو به تاراج بردن. خب ببینین، این صحبتی که میشه آقای پالیزه رو اشاره کردن در برنامه های گذشته که وقتی که ایشون اسنادشو دارن به طریق اولا دستگاه امنیتی اطلاعاتی، چه میدونم دستگاه قضایی، اماکن فلان، همه خیلی دقیق تری اسناد رو دارن، مثل خونه‌ای که مردشور مصباح مطالبه کاشانی تو میدونه هدایت توش میشینه، هیئت میندازه مردشوری میکنه و فلان میکنه اینا. این ملک داشتن میگفتن تو صحبت قبلی که خب صحبت تو صحبت شد که به نام فرهاد لاهیجانی هست دیگه که این توش میشینه، اسم فرهاد لاهیجانی هم تو بدهکارهای کلان بانک ملی آمده. خب چرا اون ملک رو بر نمیدارن به جای بدهی لاهیجانی ها، به جای اینکه اسمشو بزنن تو بدهکارهای کلان بانکی بگن نمیده بدهیشو، چرا بر نمیدارن به جای بدهی بدن 10,075 متر تو میدون هدایت؟ خب نمیده، اون ملک حاضر، بریم بگیرین. آقای مطلبی، مطلبی جان، ایشون کاغذ گرفتن از اشای لاهیجانی ها که آقای ملک رو تو ببر بفروش، پروش رو ببر بده، ریالی عقل نداری برداری، ولی اصلا این اهمیت نداشت. اینا هرچی رفتن داد و بیداد کردن جز زندان و فرار هیچی دیگه آیدشون نشده و نهایتا هر دو گرفتارن الان. آقای مطلبی اجدادن با مطلبی کاشانی هم با عرض شود خدمتون که این اموال این آقایون که 1 میلیارد دلار اون زمان بوده الان چقدر ارزش داره خدا میدونه، عرض شود حضورتون که داره اشغال میکنه تمام آدم ها رو هم دوربر خودش حمایت به حمایت در برده و عرض شود حضورتون بانک هم، بانک های کشور هم که طلبکار اونا هستن، اینا هم که اگه داشته باشن هم نمیدن، میگن آقا ما به رسیدگی کنید به پرونده های قضایی ما، بیاین پول ما رو از این آقا بگیرید بردارید، ما پولتون نمیدیم، حاضرین بریم زندان بخوابیم، شما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمیدونید پول من رو بگیری، اصلا توجه نمیکنه به شکایت من. ایشون آقا من سند دارم که ایشون حق نداشت این ریالی پول برداره، ورشو برده پول من رو فروخته، رفته تو خونه من نشسته، سند به نام من رفته توش نشسته، نمیذاره من اونو بفروشم که پول شما رو بدم، چجوری بیام پول شما رو بدم؟ هیچ کس نیست به دادش رسیدگی کنه.
ببینید یه نکته هست، میخوام درباره گروه آبدارها خدمتتون عرض بکنم. تو این بررسی های دو هفته گذشته تو این برنامه از آبدارها صحبت شد که میبینین سرلیست بدهکاری کلان بانک ملی ان. آقای پالیزار قبلا هم گفتن که فامیل کامل اینا آبدار اصفهانی است. چند تا برادرن که دست کم یکیشون به یقین با اسناد و مدارک کافی میدونیم که در تورنتو کانادا برج سازی داره میکنه، همین الان یک مؤسسه معاملات ملکی داره. اینا تو همین یک دهه گذشته در ایران از صفر به صد رسیدن با پرداخت نکردن پول بانک‌ها که تو همین زد و بندهای باندی گرفته بودن و سفارش شدگی در واقع، که عرض کردم اون نماینده مجلس که اسمش کرده ابوذر ایرج ندیمی، اون پشتشونه آدم گردن کلفته و خیلی چیزامون به اسم محمد ندیمی به اسم پسرش میکنه. خب حالا اینا رو گفتم بگذاریم. فردی که آبدارها رو به سیستم مافیای بانکی وارد کرد از طریق ندیمی که گفتم که مربوط به امتیاز و اینا هستش، خانواده امتیاز آقای ایرج ندیمی ابوذر باری، کسی که از این راه ها اومد آبدارا رو وارد سیستم بانکی کرد، حبیب امانکی، همون داریوش امانکی معروف به حبیب امانی بود که الان زندانه و ظاهرا چند ماه دیگه دوره زندانش تموم میشه. در خصوص اون گروه آبدارها که من بحث حبیب امانکی رو آوردم، البته اسم درست‌تره آقای حبیب امانکی، امانکی نکانیه، چون یه خورده طولانی فامیلیش میگن حبیب امانکیش یا حبیب امانی. عرض شود که من یه نکته ای رو نگفتم تو اونجا مثلا برادران آبدارها رو که گفتم، البته آبدار اصفهانی فامیل کامل اونها هم به اصطلاح منصور و ناصر و مسیح هم دارن که عرض شود که اسمش اون دفعه بیان نشد. منصور یه همسری هم داره به نام خانم معصومه کیانی که اونم توی این قضایا دخل و تصرف داره و برخی از اموال به نام اونم هست که من گفتم کاملتر بیان کنیم که کسی از اسم نیفته. عرض شود خدمتون که باز من اینجا آقای حبیب امانکی نکانی رو پدرشون رو نگفتم، علی آقا در واقع بنیان این حرکت رو گذاشته و من اونجا گفتم دایی آبداراست، داییشون نیست. در واقع آبدارها اون آقا منصور شوهر خواهر آقای حبیب امانکی هستش و آقای حبیب امانکی به تنهایی شروع نکرده، با پدرشون علی آقا با هم شروع کردن، بعد این شوهر خواهر و برادر شوهر خواهر رو اینا رو همه رو وارد قصه کردند و اون قصه که حالا قبلا دربارش پرداختم. اما من یه نکته رو سرسری رد شدم چون لازمه تاکید بکنم به این قصه، اینی که این آقایون تو ترکیه رفتن سراغ باجنا آقای مسعودی مقام که بهش رشوه بدن. خوشبختانه آقای مسعودی مقام خیلی آدم پرجذب و کار درستیه که خدا خیرش بده و خیلی چون متوجه این قصه شد گفته من پدرتون رو در بیارم، من ولکن شما نیستم، تا سیستم بانکی رو پولا رو برنگردونین، تا نمیدونم من مثلا حاضر نیستم بهتون کوچیدن اعتمادی بکنم که شما برین بیرون تو بال پول، این تا این تو نگرتون میدونم تا تکلیف بدهکاری بانکا رو روشن بکنید. اینم جای تقدیر چون داشت من گفتم با مشخصات موضوع رو بیان بکنم. اینا میرن رد با جناب منصوری مقامو، قاضی منصوری مقام تو ترکیه میزنن، بهش میگن به باجناقت بگو اینقدر میدیم کوتاه بیا. دیگه رایجه دیگه تو دستگاه قضایی این حرفا نداریم که. باری بریم سراغ ادامه پرونده. عرض شود خدمتون که تو گروه امتیاز ما یه نکته ای رو جای تأسف داره باستی اضافه کنم به این اطلاعات قبلیم که خب گفتم با ایشون اینا بانک سامان، بانک ملی، بانک های مختلف بدهکاری های زیادی دارن، اما جای تأسفشون زمانیه که بعد از این همه بدهکاری که به وجود آوردن تو سیستم بانک کشور میرن سراغ بانک سرمایه تو سال 86 میرن میگن آقا به ما وام بده، در زمانی که در واقع لا وصول بودن لا یا اینکه مشکوک الوصول بودن بدهیاشون به همه بانکای دیگر اثبات شده، چون نداده، یعنی اومده وام رو گرفته و نداده
وقتی نداده یعنی که ایشون دیگه بد حساب دیگه نباید بهش وام داد. توی زمانی که میاد سال 86 میاد این نامه رو می‌نویسه، گردش کار داخلی بانک سرمایه است، میگه که شرکت آوند کالا نیاکان با شماره ثبتی فلان در تاریخ 12/3/76 با سرمایه اولیه 3 میلیون تومان به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت مسکوت به قصاص و روزانسی در زمین واردات و صادرات هر کالای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکت داخلی و خرید و فروش و خدمات بازرگانی فعالیت از جهت تولید و توزیع بسته‌بندی محصولات غذایی مواد شیمیایی و غیره بوده است. در سال 85 سرمایه ثبتی شرکت به مبلغ 15 میلیارد تومان افزایش یافته است. با پولای همون بانکی که گرفتن رفتن افزایش سرمایه دادن. هر سبد که مدیران اولی در سال 76 عبادتن از آقای بابک محمدی، جمال الدین امتیاز، مدیر عامل، ارژنگ دیویشلی بوده. در سال 85 حبیب خدایی، محمد سمی شفقی، مدیر عامل، علی استاد آشین و در سال 87 کیارش معینی، حسام الدین امتیاز و جمال الدین امتیاز تغییر نام داده شد. تحصیلات مزبور در قالب 6 فقره زمانتنامه صادره و 9 فقره تحصیلات مزاربه از تاریخ 24/9/86 لقاعت 4/2/87 به تناوب از جانب شعبه به شرکت در قبال وثایق ملکی سپرده بلند مدتی یک سال سفته تضمینی و چک اعطا شد. یعنی این داره گزارش داده میده، میگه آقا این اتفاق افتاد در از تاریخ فلان تا فلان اینقدر تحصیلات، اینقدر زمانتنامه بانکی به این شکل، یعنی به شکلی که خیلی راحت الحلقوم بهش واگذار شد، وثیقه محکمی داده نشد. اصل قضیه اینجاست، میگه که گزارش شماره 138 یعنی 13/86/202 مورخ 31/2/86 کارشناس اعتبارات اداره اعتبارات اعلام میکنه که این شرکت دارای تعهدات سررسید گذشته نزد سیستم بانکی، تو پرانتز حداقل 7 بانک. آقا داره بهتون اعلام میکنه این بدهی گذشته داره، سررسید گذشته داره در بانکای دیگه، در 7 بانک حداقل. باز دوباره میگه که بس 3 فقره چک برگشتی، بابا یه فقره چک برگشتی داشته باشی اصلا دیگه بهت نگاه نمیکنه تو سیستم بانکی. چه جوری به این آقا این همه پول دادین با این همه افتضاحاتی که قبلش به بالا آورده تو بانکای دیگه کشور؟ بعد دوباره مدیر کل اعتبارات میگه آقا اصلا ما بررسی کردیم در تاریخ 13/3/86 مجددا نامه می‌نویسیم که بررسی کردیم، که این دفعه رئیس اداره اعتبارات می‌نویسه به ما 5 بانک ایشون بدهیش اصلا معوق لاوصوله، تحصیلاتی که میدونستن وصول نمیشه. چطور میشه آدم بدونه که با 7 بانک دیگه پول داده نگه نداد پولاشو پس نداده، چجوری به شما میاد پس میده؟ برای چی بهش پول داده؟ فقط به خاطر اینکه ارشادی حق حسابی بگیره. حالا از همه اینا گذشته اینجای قصه قشنگ میشه که اینا فشار میارن که آقا بایستی دیگه آروم داری میره از همه جای دستگاه قضایی این برنامه داره به فشار میاد، بایست بیایی سند یه چیزی داری ارائه بدی. اینا سند مرند ارائه میدن، از اون برای دنبال کارهای خودشون در دستگاه قضایی دارن تیه مسیر میکنن. آقایون امتیاز چی کار میکنن؟ میرن توی شعبه 123 دادگاه عمومی تهران 25/7/94 یه حکم میارن که چی؟ که شرکت ورشکسته است. این چه وضعیه؟ چجوری شرکت این همه وام دادیم چرا الان داریم میگه شرکت ورشکسته است؟ بعد تازه ای کاش فقط میگه شرکت ورشکسته است از اون تاریخ. میگه نه، شرکت ورشکسته است از تاریخ 29/9/87، یعنی از سال 87 از نظر ما ایشون ورشکسته بوده. شما دیگه حق ندارین هیچ زمینی، هیچ ملکی، هیچ چیزی رو از ایشون بگیرین. هر معامله ای هم انجام شده همه غاله بشه، باید بیاد در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی معاون قضایی نامه میزنه. 15/2/95 معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نامه میزنه که آقا همه معاملات به قالت قبلی خودش برگردن، هر کی به من طلب کنه بیاد از ما طلبشو بگیره. وقتی میخواد بره طلب شما اداره ورشکستگی چه اتفاقی میفته؟ نه سودی، نه جریمه، نه تأخیری، نه حق وکیلی، نه حق پیگیری های قضایی، نه تمری، نه چیزی، هیچ چی رو نمیتونی بگیری. باید داری اصل پولتو اونم با شرایطی که اداره ورشی تعریف میکنه، یا این به نظر من این باید خورد خورد داده بشه، این نداره انقدر بده، اینجوری باید اصل پولتو برگرده بهش بره. و این گروه امتیازه، و این گروه امتیاز نه در بانک ملی، نه در بانک سپه، نه در بانک سپه، هیچ جا اسمش به عنوان ابر بدهکار بانکی نیامد.
هیچ جا اسمی از ایشون نیامد. من تأسفم فقط برای اینه که حداقل این اگه میخواین شفاف سازی کنید درست شفاف سازی، با فیلم بازی نکنید برای مردم. با به خدا آقای قوه قضاییه، آقای رئیس قوه قضاییه، آقای رئیس جمهور، آقای وزیر اقتصاد که نامه زدی، آقای من معتقدم بانک ها به جای شفاف سازی انحراف در شفافیت دارن ایجاد میکنن. اینها دارن فضا رو عوض میکنن که بعد دیگه خسته شید برش کنید بیخیال شید. آقا به خدا نمیان اصل کاری ها رو واقعی ها رو درست و اونچه که باید گفته بشه رو گفته بگن. هزینه مفسدین رو ببرید بالا. یه نمونه میخوام مثال بزنم که درک کنید من چی میگم. آقا یه کسایی هستن که یه سری محصولات تولیدی رو تقلب میکنن. آقا دارو، یارو میخواد دارو بخوره خوب شه، دارو میخوره میمیره. چرا؟ چون متقلب اومده از روی اصل دارو تقلب کرده، یه چیز قلابی رو درست کرده با همون شکل و شمایل، برند همه چیز برند مثلا داده مردم خوردن مردن، به جای که خوردن خوب بشن خوردن مردن. یا اصلا همین روغن میریزی تو ماشینت که ماشین را بره بتونه کمکت بکنه، یارو بدبخت زندگیشو فروخته کرده یه دونه کامیون که به اصطلاح 4 تا بار جابجا کنه بتونه زندگیشو بگذرونه. یه دفعه تو سربالایی به واسطه روغن تقلبی گرفته تو ماشین، رو ماشین میسوزه موتورش و بدبخت میشه، 1000 موزل اجتماعی برای خانوادهش به وجود میاره. خب این دستگاه قضایی داره چجوری برخورد میکنه با اینا؟ میاد میگه آقا طبق ماده 61 قانون ثبت اختراعات شما فلان چمیدونم شرکت و برندش رو تقلب کردی، بین 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان حد اکثر جریمه. خب معلومه یارو میگه جهنم بیزنیم من دوباره میرم این کاری میکنم. بابا 4 تا دوغن به فروشی اینو در برده، تو من 40,000 تا روغن از یارو گرفتی، حالا اونا رو معدوم کردی، جهنم اونا رو معدوم کردی، ولی خب طرف دوباره رفته میزنه دیگه. وقتی با 5,000,000 تومان میاد بیرون دوباره میره ادامه میده هم کارشو، دوباره میخواد بره اون پول اون چیزایی که معدوم کردی رو در بیاره دیگه. خب باید چی کار بکنی شما؟ یا بیایی به استناد ماده 528 قانون مجازات اسلامی، 525 قانون مجازات اسلامی، یا به استناد ماده 40 قانون تقویت توسعه نظام استاندارد بگی آقا ایشون جعل اسناد دولتی کرد. آقا مهر استاندارد رو اون زده شده، اون مهر استاندارد رو در واقع ایشون جعل کرده. 12 سال واسه زندان مشابهش رو بعضی قضات مردونگی کردن زدن، 12 سال براش ببرید. اگه اینجوری بازدارندگی داشته باشه احکامتون، خود متقلب و مفسد نمیاد سمت فساد، نمیاد سمت تقلب. ولی وقتی میشه تبدیل به جزای 1,000,000 تومانی میشه میاد بیرون، یا مثل آقای امیر حسین شیخ الاسلامی تبدیل میشه به تبرئه و عرصبت که بعد از 19 ماه حکم چیز ساده میشه براش میاد بیرون، هیچی براش نه به دادگاه ارسال میشه نه به هیچ جای دیگه ارسال میشه، رسیدگیش تموم میشه، پروندهش میره، تازه اون میشه سندی برای اینکه همه جا برن که دیدی ما هیچ مشکلی نداشتیم، دیدی ما سالم بودیم، دیدی ما فلان بودیم، تازه میشه اعتبار براشون اون حکم. من خواهشم این هستش که یه مقداری جدیت در امور و یه مقدار سلامت در پیگیری هاتون به وجود بیارید، انشالله که بتونیم آینده روشن‌تری برای مردم داشته باشیم. واقعا خیلی خوشبینانه نیستین اینکه بعد از 43 سال بزن و ببر و بخور و فسادی که سر تا پای نظام جمهوری اسلامی رو گرفته، بازم بیایم بگیم آقای قوه قضاییه بیا درستش کن. یعنی همچنان معتقد باشیم که با مسئولان و کارورزان همین نظام فاسد میشود جلوی فساد را گرفت. همین امتیازهایی که صحبت میشد پشت سرشون عرض کردم، آقای ابوذر ندیمی که اسمش ایرج ندیمی که اسمش کرد ابوذر ندیمی، بله این شخص متولد 1336 روستای حاجی سلیم محله لاهیجان، ایشون نماینده ششم دوره های ششم هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی و الان هم ایشون مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت مدیره بزرگترین هلدینگ دارویی کشور هم هستن و بیمه آرمان و اینها. خب خود این ندیمی به کجا وصله؟ میشه به جایی بس نباشه خودش تنهایی سفارش بده؟ آیا واقعا تو سیستم فعلی با همین مثالا که زده شد میشه با فساد مبارزه کرد؟ پشت امتیازا کیا هستن؟ پشت آبدارا کیا هستن؟ همین پشت و پسله ها هم که سیستم رو دارن اداره میکنن، مگه میشه تیشه به ریشه خودشون بزنن؟
آقای ولایتی، من اتفاقاً خوب شد این اشاره کردی من به این نکته هم بپردازم. ببین فساد دو حلقه آشکار داره، دو طرف آشکار داره، یک طرف پنهان داره. طرف آشکار اون کسی که فساد داره در سرویس گیرنده است، یعنی مثل همین آقایونی که اسم آورد، آبدار، امتیاز، همین عوام که گفت زهرمان، اینا میشن سرویس گیرنده. این یه طرف فساده. یه طرف فساد آشکار، طرف آشکار فساد، یه طرفش میشه سرویس دهنده. سرویس دهنده کیه؟ که هیچ جای این لیست اسمشون نیست، تا آشکاره دازه. طرف آشکاره اسمش کجا نوشتی که آقا فلان عضو هیئت مدیره خلافو کرده، اتفاق افتاده، آقا این آقایی که بدهکار ابر بدهکار بانکیه باعث بانیش فلان مدیر کل تو اعتبارات بوده، فلان کسک تو بالاخره تو سیستم بانکی این اعتبار داده شده دیگه، اون آقایونی که این سرویس رو به این آقایون دیگه دادن که سرویس گیرندن، اسم اونا رو بیارید. اگه راست میگی شفاف سازی ما اینو میخواد بکنه، اسم اونا رو بیارید. حتی اگه بقول حضرت علی میگه که من از نمیدونم کابین کنیزکانتون من میکشم بیرون، آقا اگه رفته بازنشسته شده، رفته خونش، بکشیم بیاریم تکلیف مردم رو شفاف کنید برای مردم. این طرف دوم، اون طرف آشکاره، طرف دوم که همون که شما میگی، اون کسایی که بالا تلفن میزنن آقا اینو بده به این آقا، آقا این من خبر دارم رئیس مجلسی رو که من اسمشو نمیخوام بیارم بر دلیلی، رئیس مجلسی که زنگ میزنه مدیر عامل میگه آقا این کارو کردی کردی، نکردی ورت میدارم، اون طرف این کارو نمیکنه ورش میدارن، یعنی ظرف 24 ساعت مدیر عامل بانک برداشته میشه، یه مدیر عامل دو بانک میشه. اینا رو دارم کد میدم که اونا که میفهمن بفهمن، میدونم دارم کیو میگم. رئیس مجلس کار خودشو میکنه و منافعش از اون آقا میگیره به واسه اینکه یه نفر گدوش اونجا اون وامی که میخواست به اون آقا بده داد. من در خصوص آقای مهدی میرسلیمی دارم صحبت میکنم، روغن نباتی نرگس شادی یکی از بزرگترین بدهکارهای بانکی، ایشون همونیه که من اون دفعه گفتم صندوق ضمانت صادرات ایران خانوم رو بهشون بست و اون بساط رو براش درست کرد. بله این اتفاق سه سر داره، دو سر آشکار، یه سر پنهان. اینا فقط یه سر معرفی به مردم کردن. اگر واقعا دنبال شفاف سازی هستیم باید هر سه سر معرفی بشن به مردم. تمام. حالا درباره فردم صحبت خواهیم کرد در آینده. با تشکر از آقای عباس پالیزدار که تو این برنامه هم همراه ما بودند، یک نکته رو عرض کنم خدمتتون که از بین امتیازها آقای جمال الدین امتیاز هفته پیش به برنامه ایمیل زدن و آنچه هایی رو که در این چند برنامه دربارشون گفته شده نوشتن که نادرسته و یک طرفه، یک جانبه و دروغ. خواستن که بهشون وقت داده بشه در برنامه صفحه آخر بیان به برنامه، آقای پالیزدار هم خواستن که باشن در برنامه و ایشون حرفاشون رو بزنن، ایشون یعنی آقای جمال الدین امتیاز. بهشون پاسخ دادیم، همه این ایمیل ایشون و پاسخ به ایشون هم ثبت شده است، داریم ازشون دعوت کردیم جمعه آینده بیان به برنامه صفحه آخر. از آقای پالیزدار هم خواهیم خواست که بیان طبق درخواست آقای جمال الدین امتیاز، اگر آقای امتیاز بیان در این برنامه حضور داشته باشه. بابا صالح پیغمبر یه شطور یکو بیرون آورده، معجزه ازش خواستن. شطوره یه شبانه روز کلا آب اینا رو میخورد، یه شبانه روز هم میچند، یه چیز گنده بود، چه خبر. و به همون حالا که داشت آب میخورد، نشسته بود آب میخورد، پستوناش رو زمین بود، همینطور شیر ازش میبردن، این دلمه پستان بغل میکردن سطل پر میشد، اونم خود بیدشون بود، تمام خونه ها شیر، کره، ماس، چه شیر خوبی. شب روزگار خوش.